بعد یه در واقع حرفمو با یه تتاکی میخوام جمع کنم که یه فکر کنم آلمانی بود طرف، از روی لهجه‌ای که صحبت می‌کرد آدم خیلی جالبی هم گوگلی آلمانی بود. این حالا کارش یه چیز دیگه بود، رفته بود داور شده بود، خب داور فوتبال شده بود. میگفت من رفتم داور شدم که یاد بگیرم چیزها رو شخصی نبینم، چون تو داور که میری همونجا شروع میکنی شیر سماور و اینا از بالا داره میاد دیگه، که همه به داور ها فوش میدن. میگفت اون موقع اشتختش نشتیزم آره آلمانی فوش میدن. میگفتش که رفتم اونجا که یاد بگیرم موضوعات شخصی نیست، خب یعنی اون لحظه که یارو داره به تو و تمام خانواده خوش میده آره تو دایره داره دونه دونه باشون. گفت اون لحظه اون ناراحتی که تیمش نبرده، خب یه سکه یو نشون میده، مثلا اون سکه که اول داور بالا پایین میندازن. میگه این قضیه یه شخصی گرفتن و برخوردن دو روی یک سکن. میگه روی اول اینه که اصلا موضوع شخصی نیست، خب میگه it's not about me، اصلا ربطی به من نداره. اون مثلا میاد به داور فوش میده، اون که تو برای اون تماشاگره که داوره که مهم نیست، براش مهمه که تیمش داره میبازه، خب چون تیمش داره میبازه ناراحته، حالا یه چیز میاد به تو گیر میده. این میگه اصلا شخصی نیست، میگه اکثریت مواقع این موضوع شخصی نیست. تو ایران شخصیه، کاملا شخصی. کاربرای اینستاگرام تو ایران نشون دادن همه چی شخصیه، با اون کامنتایی که زیر پستای همه رفتن، همه داورا تمام بازیکنای فوتبال با اسم و آدرس رفته بودن پیدا کرده بودن کاربرای اینستاگرامی، قشنگ نشون دادن که همه چی شخصیه. بابا من یادم میاد استادیوم رفته بودیم بازی پرسپولیس بود، بعد اون موقع فراد مجیدی توی تیم عربی بود که اومده بود ایران داشت از شباب، آره بعد این چهار نشون داد و اینا، بعد دیگه براش شعر میخوندن که از اینجا تا دبی هفت و خلیج، قشنگ شخصی شده بود. اسرا دوم نمیشه، آره اونایی که استادیوم رفتم اونجا ظاهر شخصی بود، ولی خب بازم حالا اون آدمه آره. که مهم نیست اون حرکت، مثلا اون آزرده خاطر کرده که آقا چرا مثلا به تیم ما هفت خلیج چیز میکنه. اینا فرهاد و فرزاد مجیدی هن، خیلی جالبه که آره. بزرگم فرهاده آره. آره. ولی فرزاد بزرگتر میزنه تو عکس، فرهادم گوگولی تره. فرهاد خیلی گوگولی تر. اونجا هم فرزاد میشه تتخره. آره یادمش. آره آره این میگه دوره یه سکه است، یه روش اینه که آقا اصلا شخصیت واقعیتم همینه، اکثر مواقع به نظر من شخصی نیست، ما بی خودی به خودمون میگیریم، حالا به هر دلیلی یه حرفی مطرح میشه. بعد میگه روی دوم اینه که شخصیه، این سری شخصیه و شما ناراحت شدی بهتون برخورده. میگه این موقع شما اولا که باید همزاد پنداری داشته باشی با خودتون، امپاتی داشته باشی، خودتو بغل کنی که حالا ناراحت شدی، بپذیری که ناراحت شدی. بعد میگه دو کاری که میکنی بعد با طرف صحبت کنی، بهش بگی که من از این حالا حرف یا هر چیزی که هست ناراحت شدم. نکته جالبی که هست اینه که اگه شما از حرف یه نفر ناراحت میشید احتمالا اون آدم برای شما مهم بوده. خب مثلا رندوم تو خیابون رد میشی یکی به تو بگه مثلا تو گوگلی نیستی از اینجا تا دبی، آره دو برای تو احتمالا خیلی مهم نیست، اصلا یادت هم میره. خب ولی من نگاه کردم آره اوکی حالا وقتی ناراحت میشی یعنی اون حرف اون آدمه برای تو مهمه، یعنی اون آدمه برای تو مهمه، پس دقیقا به همین دلیل تو میتونی بری با اون آدمه صحبت کنی و احتمالا برای اون آدمه مهمه که تو رو آزرده خاطر نکنه. اگه براش مهم نیست که اصلا، یعنی خانه از پای بس ویران است. میگه یه مثال بزنم. بله اون روز بود که یارو با من دعوا شد تو خیابون، اومدم تعریف کردم میاو کرده بودی آره. اون مثلا چقدر اصلا شیرین بود برای من، اصلا آره. یه لحظه هم بهش فکر نکردم، چون یعنی در تصدیق حرف تو چون تصادفی تو خیابون برای تو احتمالا خیلی مهم نیست، ولی آره برگشته به یارو میاو کرد. هنوز نگرانم ببینمش تو خیابون بیافتم رو چهار دست و پا. یارو از اون روزی که با گربه آمد شد. آره بعد این آقای همین این حرفش اینه که آقا دورو یا شخصی نیست یا شخصیه. اگه شخصی نیست که خب شخصی نیست، تو سعی کنیم اینتنشن اون قصد اصلی طرفو بفهمیم که چرا اون کارو کرده. وقتی هم که شخصی اگه تو ناراحت شدی میتونی با طرف صحبت کنی و واقعا هم اینجوری حل میشه، اینجوری زندگی خوشحال تری هم بریم تا اینکه حالا سختش کنیم.
بریم تو انزوا. آخرش هم جالب تموم میکنه. این اولش گفتش که اصلا به خاطر پول نرفته داور شده، میخواد مثلا هیکلش خوب بمونه و اینا، دوره همیه میگه هر مسابقه به ما 20 یورو میدن. بعد آخر صحبتش خیلی قشنگ مصور میکنه، میگن میخواد یه چیزی خوب جا بیفته مصورش کنید، تصویری قشنگ نشون بدید. این 20 یورو یه رو در میاره، میگه کی 20 یورو میخواد من بهش بدم، من مثلا دستش میارم. بعد این 20 یورو رو مچاله میکنه، میگه حالا کی میخواد، یه ذره کمتر میشه، بعد میذاره تو دهنش، بعد دیگه از دهن در میاره میندازه لگدش میکنه، میگه حالا کی میخواد، یه نفر فقط دستش میاره بالا میده بهش، میگه بعد چی میخوای دیگه مثلا اینجوری. گفت حالا 20 یورو دیگه. گفتش که ممکن تو زندگی شما آدما مچالتون کنن، آب دهن روتون بندازن، از روتون رد شن، ولی در انتها شما ارزشتون حفظ میشه، اگه ارزش داشته باشین البته. یارو برو بابا 20 یورو رو بده میخوام برم برگر بزنم. واسه خیلی قشنگ چیز کرد. شما یعنی اگه ما باور داشته باشیم به خودمون و کاری که انجام میدیم، اون اعتماد به نفس تا یه حد قابل قبول باشه، ممکنه یه جایی هم خم بشیم، حالا اذیت بشیم، آزرده بشیم، ولی در نهایت ارزش شما تموم میمونه دیگه.